درود به شما براندازهای عزیز. دوباره اول مهر شده و دانش آموزا اولین کاری که میکنن اینه که صفحه اول کتابشون رو پاره میکنن و البته یکی از کتاباشون رو کلن میندازن دور. جالبه معلماشون هم همین کار رو میکنن. سلام، ما این فیلم رو میگیریم برای شبکه من و تو. به رسم هر ساله ما عکس این مرتیکه بیشرف رو از اول کتاب بچه هامون میکنیم که این فیلم رو میفرستیم برای من و تو، به لحاظ اینکه رواج پیدا کنه که بچه های نسل امروز و پدر مادری دهه 60 اجازه نمیدن که بچه هاشون این مرتیکه رو بپذیرن و باورش کنن. این یه خائن به کشور بود. این کتاب هم که اصلا هیچی، اصلا ما جزو کتاب های درسی نمیدونیمش، ما همه کتاب ها رو سیمی کردیم جز این یه دونه کتاب که توش دریوری و چرت و پرته، به خاطر همین هم نمیذاریم بچه همون این کتاب ها اصلا بخونن یا امتحانش هم ندادن، اصلا مهم نیست حتی برای معلمشون. در مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کرمان، چتر باز ارتش درست وقتی که داشتن ازش تعریف میکردن، به جای فرود روی باند رژه، روی سر مهمونای ویژه فرود اومد. همون نیروهای مسلحی که خامنه‌ای باشون میخواد آمریکا رو نابود کنه. من که چتر باز هوا بردم کنون، گشتم آماده از بحر فنون، میپرم از آسمان نیلگون، میکنم ظلم و ستم را سرنگون، تیکه دارم در درون خیشتن، میدهم در ره میهن جان و تن، انشاءالله با صحت و سلامت کامل چتر بازان مقتدر تیپ 55 هواباند در بلوار 22 بهمن کرمان فرود خواهند آمد. اما همونطوری که میدونید معدن زغال سنگ طبس بیش از 50 کارگر مظلوم ایرانی رو بلعید. معدنی که قبل از هر چیزی باعث خوشحالی خامنه ای شد. آخه توجه مردم و رسانه ها رو از انفجار پیجرها پرت کرد. خامنه ای برای کشته شدن به قول خودشون 20 تا لبنانی 3 روز عزای عمومی در کل کشور اعلام کرد، ولی برای بیش از 50 کارگر ایرانی 3 روز عزای عمومی فقط در خراسان جنوبی. میدونید چرا معدن طبس ریزش کرد؟ دلیلش اینه که پولی که باید خرج ایمنسازی تونلای این معدن میشد، خرج ساخت تونلای مستحکم حماس شده. تونل هایی با امکاناتی مثل استخر، رستوران، اینترنت پرسرعت و سیستم تهویه مدرن. باید بگم که هیچ آخوندی در بین کشته شده های معدن طبس نیست. با این حال آخوندها مشغول پاشیدن نمک روی زخم مردم ایرانن. مثل آخوندی که نوشته به عنوان کسی که 4 سال آخوند معدن بودم میگم که از بعد روانی و نه جسمی آخوندی سخت‌ترین و سنگین‌ترین کار دنیاست. به نظرتون آخوند معدن دقیقاً به چه کسی گفته میشه؟ به تفاوت این دوتا تصویر هم توجه کنید. تصویر پایین شیوه انتقال عناصر زخمی حزب الله لبنان به ایران و تصویر بالایی شیوه انتقال کارگران معدن طبس. دلیل این تفاوت هم اینه که بالایی ها تروریست نبودن که بزرگترین حامی تروریسم در جهان ازشون حمایت کنه. کلیپی که الان میخوام پخش کنم حاوی الفاظ رکیکه، ولی اگه پخشش نکنم دلم آروم نمیگیره. 51 نفر از هموطنان عزیز ما که قشر کارگر هم بودن تو معدن برای دولت داشتن کار میکردن، امروز صبح متاسفانه فوت کردن و از صبح تا حالا حتی یه دونه از این پوفیوزای نظام هیچ کدوم نیومدن یه مثلا به یه دلداری بدن، بگن آقا ما خرج کفن و دفن رو میدیم، یه تیکه زمینی به اینا میدیم، یه پولی بهشون میدیم، هیچی. همین بیناموسا دو سه روز پیش که لبنانیا منفجر شده بودن ریخته بودن تمام، هلیکوپتر میفرستادن اونجا، بیاید اینجا درمانتون میکنیم، نمیدونم امکانات پزشکی بهتون میدیم، مجانی بهتون میدیم، خونه بهتون میدیم، همه چی بهتون میدیم. برای خود ما ایرانی ها هیچی در نظر نمیگیرن. این حرومزاده ها اصلا معلوم نیست اینا کجایی هستن. این بیناموسا، این مادر قباها اصلا ایرانی نیستن، هیچ به فکر هیچ کدوم از ما نیستن. تمام پولای ایران رو خرج میکنن واسه این لاشخور ماشخورای کشورهای لبنان و غزه و فلسطین. خود عربستان سعودی که خانه خدا اونجاست پولاشو جمع میکنه داشاق هم نمیده به فلسطینیا.
یعنی تا حالا 1000 تومانم براشون نفرستاده. این مادر جنده ها معلوم نیست از کدوم کشور اومدن، کشور ما رو غارت کردن، پولای ما رو برمیدارن میفرستن هر جایی که دلشون میخواد، به لبنان و داشاق و غزه و به گت و به اینجور چیزا. فقط حرومزادا اون زرشکیان مادر جنده بلند شده رفته آمریکا ورداشه زنش، دخترش و دامادش و پسرش و بیناموز. شما میگید مرگ بر آمریکا، برچی ورداشتی اینا رو بردی بادیگارد بردی یا رفتی خرید کنی اونجا، رفتی اونجا خرید پولای ایران ور نمیبرید خرید میکنید، اینجوری مرگ بر آمریکا میشه حرومزاده. اما رد پای ابراهیم رئیسی هم در معدن زغالسنگ طبس پیدا شده، رد پای کثیفی که بوی دروغ و خیانت میده، بوی فریب و تزویر میده. بعد از مرگ ابراهیم رئیسی، خامنه ای شیپور دست گرفته بود و از سفرهای استانی آقای جلاد میگفت، سفرهایی که همشون پر از فریب و نیرنگ بود. یکی از کارگرانی که میگن هنوزم جسدش زیر آوار مونده و خارج نشده، در سفر رئیسی به طبس باهاش حرف زده بود و یه ویدیو برای رسوایی جمهوری اسلامی به یادگار گذاشته. کارگری که خیلی خوب میدونست بالاخره یه روزی سقف معدن روی سرش خراب میشه، ولی مجبور بود اونجا بمونه و کار کنه. یه درخواست از رئیسی برای بعد از مرگش کرده بود که رئیسی با یه وعده دروغ فریبش داده بود و هیچ کاری هم براش نکرده بود. این ویدیو رو تماشا کنید و ببینید باهاش چقدر مغز و استخونتون به درد میاد. آقای رئیس جمهور پس از ورود به این معدن در جمع کارگران زحمتکش معدن زغالسنگ طبس حضور پیدا کردن و از نزدیک صحبت‌ها و مشکلات این قشه عزیز و زحمتکش بالا. آقای وزیر صنعت بگم یک جلوتر، آقای شما رئیس قضیه است. من کارگری که بیکور میزنم زیر کو زغال میاد بالا، بیمه من حق حقوق من 3,500,000 رد میشه بیمه. یعنی اگر واسه این کارگر، نه من، همه این کارگرا، اگر حادثه چیزی بخواد بیفته با 3,500,000 واقعا الان با این از اینا پولی نیست اصلا. قرارداد من زیر نظر پیمانکار 7,000,000 با حق اولاد، حق سنوات، حق عیدیه. میگم خواسته اینا اینه که چرا ما شرکتی نشیم. خانواده پزشکیان اما درست در روزی که مردم ایران به خاطر کارگران مظلومشون عزادارن، هنوز به نیویورک نرسیده، افتادن دنبال عشق و حال و خرید، غافل از اینکه یه ایرانی با دوربینش همه جا داره دنبالشون میره.